سلام دوستان گرامی، این برنامه هندیمنه که تماشا میکنید و من در این برنامه میخوام میزان مصرف برق این اینورتر جوشکاری رو اندازه بگیرم. اما قبلش ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو سابسکرایب کنید و با سابسکرایب کردن این برنامه از ما حمایت کنید. لطفا با من همراه باشید. این یک دستگاه کلمتر و من امروز میخوام با این دستگاه میزان آمپر مصرفی اینورتر جوشکاری رو اندازه بگیرم. دستگاه کلمتر دستگاهی که باهاش به راحتی میشه میزان آمپر مصرفی یک دستگاه رو اندازه گرفته. کارش هم به این صورتی که شما برق ورودی دستگاه، هر دستگاهی که مشخص باهاش میخواین اندازه بگیرین، سیماشو باید از هم دیگه جدا بکنید و فک کلمتر رو از یه سیم رد میکنید و عددی که اینجا نوشته شده رو میخونید. من ابتدا میخوام اول دستگاه رو روشن کنم بدون اینکه بار روش باشه. وقتی که دستگاه به حالت عادی روشنه و ما جوشکاری نمیکنیم، چه مقدار برق مصرف میکنه و هنگامی که ما داریم جوشکاری انجام میدیم چه مقدار برق مصرف میکنه. همینطور ولوم آرک فورس این دستگاه رو میخوام بررسی کنم ببینم که آیا کم و زیادش میکنیم تو میزان آمپر مصرفی دستگاه تأثیر داره یا تأثیری نداره. کار ولوم دوم، ولوم آرک فورس، اینه که شما طول قوسی که برقرار میشه بین الکترود و سطح کار رو مشخص میکنه. میزان عمق نفوذ جوش به داخل کار تو سطح کارتون هم مشخص میکنه و اینکه باعث میشه که الکترودتون به سطح کار نچسبه، آنتی استیک هم بهش میگن. اما به گفته متخصصینی که تعمیرکار جوش هستن، ولوم دوم خیلی ولوم کاربردی نیستش، یعنی چه شما کمش کنید چه شما زیادش کنید خیلی تأثیری توی جوشکاریتون ندارن و معمولا اکثر فروشنده ها وقتی به ازشون میپرسید که این خب این ولوم من کجا تنظیم بکنم، کم باشه زیاد باشه کجا باشه، همه بهتون میگن که همون وسط باشه، وسط تنظیم کن. این جوابی هم ندارن اصلا براتون بهتون بگن. اما وقتی شما امتحان میکنید میبینید که تأثیری عملا نداره. خب من این موضوع رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. بنده میدونم که میزان آمپر مصرفی اصلی دستگاه رو خود آمپر خود ولوم آمپر تعیین میکنه، نه ولوم آرک فورس. اما خب حالا که داریم امتحان میکنیم با هم دیگه، بذاری یک بار برای همیشه تکلیف این ولوم آرک فورس رو مشخص کنیم ببینیم که آیا کم و زیاد کردنش چه تأثیری حداقل در برق مصرفی ما داره. دو شاخه دستگاه رو میخوام به پریز وصل کنم. از یه پریز سنتی باید استفاده کنید. سیمی که استفاده میشه برای پریز نمره 4 باشه. من دو شاخه به پریز وصل میکنم. فک کلمتر رو از یک سیم رد میکنم. کلمتر رو میارم جلو خدمت شما. سلکتور رو تنظیم میکنم روی 200. با هم دیگه اینو دستگاه رو من روشن میکنم تا دستگاه به صورتی که بار روش نیست ببینیم که چقدر برق مصرف میکنه. همونطور که میبینید دستگاه فقط 0.2 آمپر داره برق مصرف میکنه. مشاهده میکنید که کلمه داره اندازه گرفته آمپر دستگاه رو. من الان میخوام امبورای دستگاه رو بس کنم بهش و یه مقدار باش جوشکاری کنم و ببینیم که در حالتی که داره جوشکاری میکنه چقدر برق مصرف میکنه. با من همراه باشید. دوستان گرامی، اونایی که تازه کار هستن، اگر به کانال یوتیوب ما مراجعه کنید، آموزش‌های جامع‌تری برای مبتدی هستش. درس جوشکاری رو اونجا من به صورت خلاصه گفتم. خب میتونید به کانال یوتیوب ما، کانال پرشین هندیمن مراجعه کنید و چند ویدیویی که در مورد جوشکاری هست اونجا مشاهده بکنید. خب میخوام انبورا رو بس کنم به دستگاه. خب دقت کنید، انبور الکترود به کانکتور مثبت و انبور گیره به کانکتور منفی وارد میکنید و به سمت راست میچرخونید، این سفت میشه. خب من اگه بخوام روی میز الان جوشکاری کنم،
خورده خطر داره، من جوشکاری رو یه سمت دیگه انجام میدم، اما دستگاه کلمت رو روبروی شما قرار میدم. یه مطلب مهمی هم که میخوام بهتون بگم قبل، میزان ولتاژ برق توی ساعت‌های مختلف روز متفاوته، در شهرهای مختلف این ولتاژ متفاوته، بعضی هم میبینید تا 250 ولت، از 200 تا 250 ولت این عدد متغیره، شاید هم کمی بالاتر و پایین‌تر هم باشه. خب این میزان ولتاژ تو میزان وات حقیقی دستگاه، ما میخواییم میزان آمپر رو داریم بررسی میکنیم. شما باید این آمپری که اینجا هست رو ضرب در 220 بکنید تا میزان واتی که دستگاه داره، میزان برقی که دستگاه داره مصرف میکنه به واحد وات شما به دست بیارید. خب این واحد، این میزان، این عدد وات به دست اومده توی شرایط مختلف متفاوته، تو ساعات مختلف روز متفاوته، اینو در نظر داشته باشید. کلمتر رو دوباره روشن میکنم، میذارم جلوی دوربین، دستگاه رو روشن میکنم. بسیار خوب، آمپر دستگاه چون دارم از الکترود 2.5 استفاده میکنم، آمپر دستگاه رو باید بین 90 تا بین 70 تا 90 بذارم، من روی همون 70 تنظیم میکنم. اونجا که من اگه درستی دیده باشم 12 آمپر دستگاه داشت برق مصرف میکرد. خب این الان با الکترود شماره 2.5 ما داشتیم اینو امتحان میکردیم، حالا میخوام آمپر دستگاه رو اضافه کنم، از الکترود 3 استفاده کنم و آمپر دستگاه رو بذارم روی، وقتی از الکترود 3 استفاده میکنیم باید به حدودن از آمپراژ بین 90 تا 120 استفاده کنیم، بین 100-120 استفاده بکنیم. من آمپر روی 100 تنظیم میکنم و الکترودم رو عوض میکنم، یه الکترود 3 استفاده میکنم. الکترود 3 همطور میبینید بسیار بزرگتر الکترود 2.5 هست و نیاز به آمپر مصرفی بیشتری. وقتی که داشتیم از الکترود 2.5 و میزان آمپر دستگاه رو روی 70 تنظیم کرده بودیم، کلمت عدد حداکثر 12 رو نشون داد، بین 9 تا 12 بود و اما روی با الکترود 3 دیدیم که تا 15 آمپر هم دستگاه کلمت رو عدد نشون داد. خب میخوام میزان آمپر دستگاه رو اینورتر رو روی 120 بذارم و دوباره اینو با هم امتحان کنیم با همین الکترود شماره 3. خب دستگاه هنوز در حالت بیباری همون 0.2 آمپر رو نشون میده، ما با هم دوباره با الکترود 3 و آمپر 120 امتحان میکنیم. خب دوستان دیدید که تا 18 آمپر هم کلمبت عدد نشون داد، آمپر رو نمیخوام دستکاری بکنم، رو همون 120 باشه، اما میخوام آرک فورس رو، یعنی این ولومی که اینجا میبینید که به اصطلاح ولوم طول قوس رو تعیین میکنه، طول قوس و عمق جوش رو این ولوم تعیین میکنه. خب میخوام ببینیم که آیا اما خب اکثرا دوستان میبینید که هیچ تأثیری در جوشکاری ما نداره. این الان رو حالت وسط با 120 آمپر، حد اکثر آمپراژی که ما دستگاه کلمت نشون داد 18 بود، من الان اینو روی کمترین میذارم، روی عدد 0 میذارم، با همدیگه دوباره امتحان میکنیم. دستگاه داره حالت بیباری عدد 2 رو نشون میده، الکترود نمره 3
100 و دستگاه آمپر دستگاه 120 و ولوم آرک فورس رو روی عدد 0 من گذاشتم. با هم دیگه دوباره امتحان می‌کنم. این دفعه دیدیم که کلمه عدد 19 رو نشون داد. خب همین آمپر دستگاه رو 120 تنظیم باشه، آرک فورس رو میخوام روی حد اکثر که روی دستگاه من 10 هست بذارم. دوستان نگاه بیدار اینجوش کاری میکنین، اگر دستگاهتون به سای کلید تیگ هم داره، جوشکاری تیگ یا جوشکاری آرگون هم داره، حواستون باشه که روی جوشکاری آرگون نباشه و روی جوشکاری به برق، جوشکاری قوس الکتریکی که همین خود ما الان انجام میدیم باشه. پس الان آرک فورس رو تا حد اکثر گذاشتیم، آمپر دستگاه هم 120، الکترود هم نمره 3. دوباره امتحان میکنیم. بازم حد اکثر آمپری که کلمت نشون داد 18 الی 19 بود. دستگاهی که من دارم IGBT هستش، به اصطلاح باید هم مثلا برقش هم به اصطلاح کمتر هم باشه. خب من امیدوارم بتونم که از یه اینورتر دیگه هم استفاده بکنم، چون من یه اینورتر دیگه هم در دست دارم اما الان اینجا نیست، که بتونم دوتا اینورتر رو با هم دیگه مقایسه کنم. اون اینورتر چینی هستش، مارکش خیلی معتبر نیست، میخوام ببینیم که آیا و اونم اتفاقا IGBTه، بتونیم با هم دیگه دو تا اینورتر رو مقایسه کنیم. امروز با هم دیگه میزان برق مصرفی اینورتر جوشکاری رو اندازه گرفتیم. اینجور که ما با هم امروز اندازه گرفتیم، در حالت بیباری فقط 2 آمپر به دستگاه برق مصرف میکرد، اما رو حالتی که بار رو دستگاه بود و جوشکاری انجام میشد، با الکترود نمره 2 و آمپر 70 دستگاه کلمتر ما عدد 12 رو نشون داد، یعنی دستگاه جوشکاری ما 12 آمپر داشت برق مصرف میکرد. 12 آمپر مصرف برق یعنی حدود 2700 وات. یعنی اگه شما با الکترود نمره 2.5 بخواید جوشکاری کنید، رفتید جایی برق ندارید، باید یه موتور برق ماین استفاده بکنید. از شما از یه دونه حداقل باید از یه دونه دستگاه برق موتور برق 3000 وات استفاده بکنید. خب اما با الکترود نمره 3 دیدیم که دستگاه ما حداکثر 19 آمپر داشت برق مصرف میکرد و اگر 19 آمپر میزان وات مصرفی دستگاه میشه حدود 4300 وات. یعنی اگه شما جایی میخواید موتور برق استفاده بکنید، با این بعد یک موتور برق 5000 وات استفاده بکنید، خب یا 5 کیلووات. دوستان گرامی، امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اگر نظری دارید حتما منو از نظرتون آگاه کنید و ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو سابسکرایب کنید و این برنامه رو دوستان خودتون هم معرفی کنید و در برنامه آینده هم با من همراه باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.